سلام میگم خدمت شما دوستان عزیز ادوین کشتی شاپ هستم و شما دارید جلسه پنجاه سوم رو از مجموعه دروز لایتی تخت ها دنبال میکنید و ازتون ممنون هستم که تا به این برنامه ها رو دنبال کردید توی پونزده جلسه گذشته گفتگوی خودمون رو در باب آموزه خدا آغاز کردیم و در شش جلسه گذشته توجه خودمون معطوف کردیم به یکی از دیدگاه های مشخص و یکی از دیدگاهایی که معمولا در بین جوامع ایرانی کمتر در خصوص اون شاید اصلا صحبت نشده و اون اوپن هست و گفتیم که در جامعه قرب هم با اینکه در بعضی از مجامع بشارتی جایگاهی ندارن به خاطر خیلی از مسائل این نگرش رو پس زدن اما در بین کلیساها هنوز افرادی هستند که نفوذ بسیار زیادی دارن و در خصوص این چشمانداز الهیاتی دروسی رو ارائه میدن و به حال افراد زیادی در جامعه غرب هستند که به دنبال این نگرش هستن و گمان میکنن که این نگرش نگرش درستی از خدا رو به اونها معرفی میکنه صحبت اصلی ما در باب الهیات اوپن تیزم این بود که اوپن ها معتقد هستن این رو هم توی پرانتز بگم وقتی که من از واژه عبارت انگلیسی اوپن تیزم دارم استفاده میکنم دلیلش به خاطر اینکه معادل فارسی اون هنوز معرفی نشده و من هم نمیخوام اولین کسی باشم که یک معادل فارسی رو میدم ولی اوپن تیزم از دو واژه اوپن و تیزم مشخصه که شکل گرفته باز و خداگرایی که اشاره و صحبتون در خصوص آیندهی هست که برای خدا بازه آینده ای که هنوز برای خدا بسته نشده آینده ای که هنوز احتمال وقوع حوادث و وقایع متنوعی رو در خودش در بر داره بنابراین خدا به گفته این گروه از آینده باخبر نیست حالا چرا به این نتیجه میریسه؟ به خاطر اینکه این گروه میگن که خدا دارای ذات اجتماعی هست و خدا مایل هست که با مخلوقات خودش با انسان وارد یک رابطه پویا زنده واقعی و دو طرفه بشه یک رابطه بدو بستون خدا قدمی رو به طرف انسان برمیداره انسان واکنش نسبت به این قدم و حرکت الهی انجام میده و بعد دوباره خدا پاسخ میده به آن واکنشی که از انسان میبینه بنابراین این گفتون شنود الهی و انسانی دائم اتفاق میفته و واقعی است و به خاطر اینکه واقعی باشه که البته کتاب مقدس به نظر میاد که اینطور داره به ما معرفی میکنه بنابراین این نمیتونه خدا در خصوص آینده چیزی رو بدونه چون اگر در خصوص آینده میدونست بنابر این خیلی از روایت و داستان ها و گزارشات کتاب مقدس اون بعد واقعی خودش رو نمی داشت و به نظر می اومد که خدا در حقیقت یک خدایی هست که احساس نداره خدایی هست که آینده رو از اول تقدیر کرده یا در مورد اون می دونه ولی به نوعی داره رفتار میکنه که انگار احساس داره یا به نوعی داره رفتار میکنه که انگار از آینده خبر نداره برابر این یک تنش بسیار عمیقی در گزارشات و اون چیزی که باید اتفاق بیفته تا یک رابطه رو واقعی بکنه دیده میشه اوپنیتیستان نگاه میکنم و میگن که الهیات کلاسیک که نظر کلاسیک و سنتی در باب آموزه خدا دارند این تنش های موجود رو در کتاب مقدس از طریق برچسب زدن عبارت راز حل میکنن و میگن که هر وقت شما به این قسمت ها میرسید و این تنش ها رو میبینید راه فراری رو پیدا کردید و اون راه فرار برچسب زدن عبارت رازه میگید این یک راز هست و من نمیدونم و این گروه معتقد هستند که الهیات کلاسیک به خاطر اینکه از فلسفه یونان تاثیر پذیرفته باعث شده که خیلی از قسمت‌های بنیادی این خداشناسی رو شکل و جهت مشخصی بده بنابراین به خاطر اینکه مدت هاست این فلسفه کم کم داخل الهیات مسیحی شده از حضور این فلسفه آگاهی نداریم و احساس نمی کنیم که داریم خیلی از پیش فرضهای فلسفی رو در تعویل کتاب مقدس استفاده می کنیم به گفته این گروه باید فلسفه زودایی کرد و به متن کتاب مقدس امین بود و آن چیزی رو که کلام زنده خدا میگه رو و تنها کلام و تمام کلام رو بهش متعهد بود و اگر کتاب مقدس داره به ما خدایی رو معرفی میکنه که احساس داره متاسف میشه ناراحت میشه محزون میشه شاد میشه خشمگین میشه و احساسات متنوعی رو به تصویر میکشه باید بپذیریم که این احساسات هست و خدا چنین احساساتی رو داره وجود چنین احساساتی نمایانگر و نشانگر این حقیقت است که خدا این احساسات واقعی رو داره و نمیشه این احساسات واقعی رو داشت مگر اینکه وارد یک رابطه زنده واقعی پویا و دو طرفه شد و, و این نشان دهنده این هستش که خدا یک ذات اجتماعی داره و این رابطه باید پویا باشه در نتیجه تمام اینها نشان دهنده این هستش که خدا نسبت به حرکت های انسان واکنش نشون میده و به یک نوعی بر روی خدا تاثیر میگذاره خدا بر روی انسان تاثیر میگذاره و انسان هم بر روی خدا تاثیر میگذاره اما این تأثیر ها رو باز با پرانتز ها و تبصره ها تعریف میکنم در خصوص نیت های خدا صحبت کردیم در خصوص اعمال خدا صحبت کردیم که همه اینها نشان دهنده یک مطلب یک حقیقت است که خدا یک وجود جدا و منفک که به هیچ وجه رابطه واقعی با مخلوقات خودش نداشته باشه نیست بلکه این خدا در این حالی که فرا باشنده است خدایی هستش که رابطه خودش رو با انسان رو سعی میکنه واقعی نگه داره حالا الهیات کلاسیک تأکید بسیار زیادی بر فراباشندگی خدا داره به بر متعال بودن خدا بر متفوق بودن خدا بر جدا و منفک بودن خدا داره در حالی که بر روی فروباشندگی هم تاکید میشه و میگن که خدا فراباشنده و فروباشنده است خدا در حالی که متعال هست نزدیکه خدا در حالی که متفاوته اما در در داخل زمان با انسان وارد رابطه شده اما به خاطر اینکه اون بود فراباشندگی و جدا بودن و بی همتا و بی ماملن بودن خدا رو حفظ بکنن الهیاتان های کلاسیک میگن به همین خاطر ما نمیتونیم احساسات رو به خدا نسبت بدیم خدا نمیتونه مانند انسان از احساسات پر بشه چون هر وجود هر نوع احساسی نشان دهنده تاثیرپذیری خدا از انسان هست علت اولیه از علت ثانویه تأثیر میپذیره و این با خداشناسی ما جور در نمیاد و برای حفظ و پاسبانی فراباشندگی خدا احساسات الهی رو به اون گونه ای که دیگران تعریف میکنن رد میکنیم <تصفح> الهی آدانهی اوپن تیزه میگن که احساسات و محبت الهی تفاوت بی حد و حسی با احساسات و محبت انسانی دارم بله خدا احساس داره خدا محبت هست و اینها رو ما میبینیم که در وجود خدا یافت میشه چرا؟ چون کتاب مقدس میگه و کتاب مقدس رو ما نمیتونیم تماما انسان انگاری بشماریم همش انتروپومورفیزم نیست خیلی از قسمت های کتاب مقدس کلام خدا داره حقیقت و واقعیت وجود خدا رو برای ما تشریح میکنه اما احساسات الهی با احساسات انسانی فرق میکنه محبت الهی با محبت انسانی تفاوت بسیاری داره و به این شکل فراباشندگی خدا رو اوپنتیستا ازش پاسبانی میکنن بعد از یک نگاه طولانی به کتب عهد عتیق و آیاتی که در این کتاب ها وجود داشت نظری هم به عهد جدید کردیم و گفتیم که اوپن نه تنها به عهد عتیق اشاره میکنه و میگن که ما شواهد و مدارک و رد پای چنین خدایی رو در عهد عتیق میبینیم گزارشات کتاب مقدس در کتب عهد عتیق برای ما آشکار و واضح هست بلکه در عهد جدید هم امتداد این خدا حضور و فعالیت و رابطه رو هم مشاهده میکنیم زندگی مسیر رو نگاه کنید تجسم خدا در انسان رو بنگرید همه اینها گویای خدایی هست که با انسان یک رابطه بسیار نزدیک و پویا داره در این خصوص با هم صحبت کردیم و امروز میخوایم به مسئله مرگ مسیح نگاه کنیم یک بخشی از صحبتهای ما کتاب مقدس به ما نشون میده که مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب در حقیقت تحقق نقشه الهی بود که از پیش تعیین شده بود کتاب مقدس این رو خیلی واضح میگه مرگ مسیح یک احتمال نبود که اتفاق افتاد یک اتفاق نبود که کسی انتظار اون رو نداشت بلکه نقشه ای از پیش تعیین شده بود کلام خدا میگه از بنیاد پیش از بنیاد عالم این اتفاق قرار بود بیفته خدا اعلان میکنه تقدیر میکنه نقشه حتمی میکشه و اون به کمال میرسه ما این رو هم دوباره خدمتون بگم که در دیدگاه اوپنتیزم میگن که خدا نقشه اصلی رو داره نقشه نهایی و قائی داره که هیچ کس قادر به اون قادر جلوگیری از اون نیست صد درصد اتفاق خواهد افتاد اما در این میان در این رابطه که خدا و انسان داره در طی تاریخ تا به اون نقشه برسه خدا خودش رو در ممدوده زمان میگذاره زمان من میکنه در این میان نقشه ها ممکنه به کمال نرسن قصد و نیت خدا تغییر خواهد کرد دید خدا تغییر خواهد کرد و خدا در این میان با انسان همکاری خواهد کرد تا آینده رو به کمال برسونه اما مرگ عیسی بسی بر روی صلیب حقیقتی بود که قرار بود اتفاق بیفته و مسی در این مسیر تا بر روی صلیب کلام خدا به ما خیلی چیزها رو میگه که انجام میده یا براش اتفاق میفته تجربه میکنه مسی وسوسه میشه صادقانه با مسائلی دست و پنجه نرم میکنه کتاب ابرانیان این رو به ما میگه <applause> باب چهار آیه پونزده زیرا کاهن اعظم زیرا کاهن اعظم ما کسی نیست که از همدردی با ضعف ما بیخبر باشد بلکه کسی است که درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد ولی مرتکب گناه نشد کسی است که درست مانند ما از هر لحاظ وسوسه شد داستان وسوسه های مسیح در صحرا یکی از گزارشات عجیب کتاب مقدسه داستان کلنجار رفتن مسیح با واقعیت مرگش روی صلیب در جتسیمانی یکی از داستان های معمول کتاب مقدس است تصویری رو کتاب مقدس از واقعی بودن تجربیات مسیح به ما میده مسیح در این داستانها در این وسوسه هایی که نویسندگان اناجیل برای ما ثبت کنند فیلم بازی نکرد مسیح نقش بازی نکرد اگر مسیح کلام خدا میگفت میگه که وسوسه شد این وسوسه ها وسوسه های واقعی بود این ها حقیقی بود مسیح حقیقتا با این مسائل دست و پنج نرم کرد اما کلام خدا میگه در نهایت خدا گناه نکرد عیسی مسیح گناه نکرد اما حقیقتا و صادقانه با وسوسه دست و پنج نرم کرد و در نهایت بر روی صلیب جان خودش رو مسیح از دست میده این ایده این مفهوم که خدا رنج میکشه با تفکرات کلاسیک هم است رنج کشیدن به معنای تأثیر پذیرفتن, هست و الایات کلاسیک با این نگرش و این نوع حداقل گروه بسیار اعظمی از سنتگرایان با باهاش مخالف هستن و میگن که چنین چیزی امکان نداره و اگر ما چنین گزارشی میبینیم اینا عبارت های انسان گرایی هست اینها احساسات و خصوصیات و کیفیت های انسانی به خدا نسبت دادن هست برای اینکه بتونم با, با انسان خدا ارتباط برقرار بکنم این حقایق رو انتقال بده به گفته این گروه صلیب رد مفهومی از خداست اوپنتیستا میگن که احساس نداره و تجربه ای نداره شما تنها کافیست به صلیب مسی نگاه کنید صلیب مسی درد و رنج رو فریاد میزنه صلیب مسی از خدایی داره صحبت میکنه که از دست انسان رنج میکشه تأثیر میپذیره این یک تجربه حقیقی هست این یک احساس واقعی است این یک تأثیر پذیری حقیقی است اینها داستان سرایی نیست اینها نقش آفرینی نیست اینها فیلم بازی کردن ها نیست بلکه حقیقتا خدا رنج میکشه بنابراین این اوپن با نگاه کردن بر مسئله مرگ و صلیب عیسی مسیح خدایی رو میبینن که تجربه میکنه خدایی رو میبینن که از انسان تأثیر میپذیره اما این گروه معتقد هستن که درسته توی کتاب مقدس ما با آیاتی رو برو میشیم که به نظر خیلی دشوار میاد و شاید به نوعی با آن چیزی که ما بهش معتقد هستیم هم خونی نداره و خیلی ها از این آیات استفاده می تا الهیات اوپنتیزم رو زیر سوال ببرن به نظر من هر شخص صادقی لازم هست که با صداقت به این آیات نگاه کنه در خصوص چارچوب باوری هر کدوم از خودمون میگم مهم نیست به چه نظام باورهایی معتقد باشیم دوستان عزیز مهم نیست که چه چارچوب الهیاتی رو شکل داده باشیم از چه چشمنداز خداشناسی داریم به خدا و دنیا و خلق خدا نگاه میکنیم مهم این هست که <تصفح> با اون آیات و متونی که به نظر میاد با چارچوب باورهای ما همخوی نداره با صداقت روبرو بشیم اوقات خیلی از ماها به خاطر اینکه این چارچوب شسته و رفته و منظم باورهای خودمون رو به همین شکل بدون تغییر نگه داریم داده های کتاب مقدسی رو چنان ورز میدیم چنان شکل میدیم چنان میکشیم تا در این چارچوب به راحتی جای بگیره چهارچوب بدون تغییر با می باقی میمونه اما این داده هاست که کش پیدا میکنه عوض میشه ورز میابه و به شکل دیگهی که حقیقی نیست در میاد اگر قرار هست چیزی تغییر بکنه دوستان عزیز این داده های کتاب مقدسی و گزارشات و کلام زندگی خدا نیستن ما اینها رو استخراج میکنیم اگر تو این چارچوب جای نمیگیره شاید باید چارچوب خودمون رو تغییر بدینیم، این دیوارها رو پس بزنیم یک نظم دیگه ای ببخشیم شاید ترتیب و نظمی رو که ما گمان میکنیم که یک الهیات زیبایی رو ازش شکل دادیم یک چار... یک ترتیب نادرستی هستش که کتاب مقدس اون رو تایید نمیکنه اگر قرار هست چیزی تغییر بکنه دیدهای من هست این هویت مذهبی و شاخه خیلی میتونه دوستان عزیز مشکل ساز باشه چون حاضر هستیم برای حفظ هویت خودمون من انجیلی هستم من پنتیکاسی هستم من کریزمتیک هستم من ارتودکس هستم من تعمیدی هستم و برای حفظ و بقای این هویت مذهبی و شاخه خودم حاضر هم حاضر هستم تمام گزارشات و کتاب مقدس رو چنان ورز بدم فرم بدم شکل بدم که تو این هویت خودم جای بگیره تا نکنه از انجیلی بودن من تغییر بکنه نکنه از پنتیکاستی بودن من از آرمینیان بودن من از کلونیس بودن من چیزی تغییر بکنه من اینم از اول و تا آخر انجیلی بودم هستم و خواهم بود تغییری درش به وجود نخواهد بود اگر قرار تغییری باشه کلام زنده خداست اما حقیقت ام این هستش که کلام زنده خدا اون چوب خطی هست که باید برای سنجش باورهای خودمون و شکل دادن این نظام اعتقاداتی استفاده بکنیم اوپنتیست ها میگن متون دشوار هست خیلی قسمت ها هست که برای ما سخت فهمیدنش اما اونها رو با هم نگاه میکنیم متونی که مربوط به نبوت ها مسئله تقدیر و تدبیر الهی هستند از جزء متون دشوار هستند ما توی کتاب مقدس با متونی روبرو میشیم که به نظر میرسه با باور اوپنتیزن چندان همخونی نداره کتاب ملاکی باب سه آیه 6 میگه که من خداوند تغییر ناپذیر هستم من خداوند تغییر ناپذیر هستم کتاب اعداد باب 23 آیه 19 خداوند چون انسان نیست که دروغ بگوید یا چون او توبه کند به آنچه که قول بدهد عمل می کند او سخن می گوید و به انجام می رسد آن خدایی که عظمت و جلال اسرائیل است دروغ نمی گوید و اراده خود را تغییر نمی دهد زیرا او بشر نیست که تغییر عقیده دهد ای اوپنتیستا که میگی که کلام خدا و جایی میگه که پشمان شد نظر خودش رو عوض کرد و از انجام کاری منصرف شد کلام خدا اینجا میگه که خدا این کاری رو نمی بنابر بنابراین زیر نور آیاتی نظیر این باید اون آیات رو تفسیر کرد اگر خدا تغییر اراده و نظر نمیده و از کاری صرف نظر نمی کنه انجام کاری صرف نظر نمی کنه این اون واجه هایی که شما قبلا در کتاب پیداش جای دیگه خوندید اینا همش انسان انگاری هست و باید اون رو به نوع دیگه خون اوپنتیست میگن که تغییر ناپذیری که این متون در باب اونها دارن صحبت میکنن به مسائل مختلفی اشاره میکنن باید هر کدوم رو جدا کرد یکی از موضوعاتی که این متون به اون میپردازن این مطلب هست که خدا نمیتونه نباشه و یا از هستی ساقط بشه خدا بوده هست و همیشه خواهد بود بنابراین جاهایی که ما در کتاب مقدس در خصوص تغییر ناپذیری خدا داریم میخونیم خداوند تغییر نمیپذیرد صحبت از این حقیقت هست که خدا هست و خواهد بود خدا در هستی خود تغییر نمی کنه خدا از وجود هستی از هستی ساقط نمیشه بنابراین ببینیم در جاها در این آیات منظور نویسنده چی هست و یک معنای عمومی رو ازش استخراج نکنیم مشخصا در خصوص هستی خدا صحبت میکنه متون بسیاری دیگه هم هست که این تغییر پذیری به هستی خدا مربوط نمیشه بلکه اشاره و صحبت او به شخصیت خداست کتاب مقدس به ما این وعده و اطمینان رو میده که خدا همیشه قابل اعتماد هست خدا یه روز مهربان نیست روز دیگه خشمگین بشه خدا مودش تغییر نمیکنه او وعده ای رو به ما نمیده و بعد زیر قولش بزنه به عنوان مثال آیه ای رو که در باب ملاکی خوندیم در مورد این مسئله است که رحمت خدا هرگز تغییر نمیکنه و خدا از رحیم بودن باز نمیسته بنابراین وقتی که ملاکی میگه خداوند تغییر نمیپذیرد ببینی که آیات قبلی در مورد چه چیزی صحبت میکنه شما این تغییر نمیپذیرد تو نمیتونی به همه چی تعمین بدید چون نویسنده منظور مشخصی از اون داشته و ما باید به متن وفادار باشیم و در این قسمت ملاکی داره به رحیم بودن خدا اشاره میکنه میگه خدا رحیم است و بعد میگه خداوند تغییر نمیپذیرد یعنی رحمت او عوض نخواهد شد خداوند هرگز از رحیم بودن ساقط نخواهد شد خداوند همیشه رحیم است ولی وقتی که یه آیه رو جدا میکنیم من حالا من دفاع از اوپنتیستان می‌کنم، من دارم خودم جای اونها دارم و دارم این بخش بخش رو از زبان اونها با شما صحبت میکنم چون میخوام امین باشم در هر آن چیزی که میگم اما این نکته هم خیلی مهمه ما خیلی اوقات آیات رو خارج از متن میخونیم یه بخش رو در میاریم و گمان میکنیم که در این قسمت یک چیز دیگه ای رو میگه ولی در حقیقت یک داستان دیگه پشت سر این آیات هست این گروه اشاره میکنن که اساس این آیه بر روی این مطلب است که وفاداری خدا رو نشون میده و نه چیز دیگه ای رو بعد وقتی به آیات دیگه ای می رسیم مثل سموئیل و اعداد که رو تو رو خدمت خوندم اشاره این آیات به یک دستی و تغییر ناپذیری شخصیت الهیات و نه صحبت در مورد محتوای تجربه الهی در هر دو مورد نویسنده یادآور میشه که خدا دروغ نمیگه خدا چیزی رو نمیگه و بعد برعکس اون رو نقشه بکشه یا وعدی رو بده و بعد قصد انجام این وعده رو نداشته باشه خدا تغییر ناپذیر است به این معنا که نسبت به وعده های خود امین و وفادار است و میشه به قول های خدا اعتماد کرد خدا مثل انسان نیست که امروز یه قولی رو بده فردا بدون هیچ دلیلی بی اساس نظر خودش رو عوض بکنه میگه امروز احساس میکنم من نمیخوام این وعده خودم رو انجام بدم قول دادم ولی امروز پشیمون شدم پشیمونی من هم اساس و بنیاد نداره خدا وعده داده و بر روی وعده خودش ایستاده و اون رو به کمال خواهد رساند خدا وفاداره و میشه بهش اعتماد کرد این گروه میگن که برای ما تغییر ناپذیری خدا مهمه اما تفاوت دیدگاه بر روی این مطلبه که دیدگاه سنتی میگه که تغییر ناپذیری خدا باید در تمام ابعاد الهی صادق باشه اما در دیدگاهی که ما داریم ارائه میدیم یعنی اوپن خدا در ابعادی تغییر ناپذیره ولی در ابعاد دیگه خدا تغییر میپذیره بنابراین یک کلا با یک سایز برای همه ندوزید بگی که همه باید این رو به سر خودشون بکنن جاهایی هست که خدا میگه تغییر میپذیره جاهایی هست خدا تغییر ناپذیره باید ببینیم که کجاها از کتاب مقدس رو میخونیم و اینها میگن که تا زمانی که در مورد ذات در مورد شخصیت در مورد طبیعت الهی صحبت میکنیم باید قبول و اعتراف کرد که خدا هرگز تغییر نمیپذیرد این صحبت اوپنتیستا هم هست هیچ چیزی نمیتونه این ابعاد از خدا این ابعاد از خدا رو تغییر بده خدا خدا خواهد بود و چیزی نمیتونه این موضوع رو موضوع رو تغییر بده اما زمانی که در مورد رابطه خدا با انسان داریم صحبت میکنیم موضوع کمی متفاوته خدا در خصوص تجربه خودش در واکنشهاش به دنیا خیلی پویاست و میشه گفت که خدا در این خصوص تغییر میکنه تجربیات خدا متقیره و از مخلوقات خودش در رابطه با اونها تأثیر میپذیره خدا تغییر ناپذیر و تغییر پذیره بنابراین این نظر که خدای غیر قابل اعتماد رو به ما معرفی میکنه در حقیقت درک اشتباهی است از موضع این گروه و تفسیر این افراد از کلام خودشون خدا فکرش رو عوض میکنه رنج میبینه احساسات رو تجربه میکنه اما هرگز شخصیت و ذات الهی و محبت و صفات خدایی تغییر نمیکنن. پیش از این که بگیم مخالف هستم بگیم فهمیدم نکته مهمی هست که همه ما باید بیاد داشته باشیم خیلی از ماها با دیدگاه اوپنتیز مخالف هستیم اما از شما دعوت می کنم که قبل از اینکه وارد گفتگو بشیم بدونیم افراد به چه چیزی باور دارن و چه چیزی رو رد می تا بتونیم وارد یک گفتگوی معنادار و هدفمند بشیم. خدا برکتتون بده جلسه آینده بحث خودمون در این خصوص ادامه میدیم. شبتون خوش.